دختری که خودشو توی سری تونل پیچیده میبینه و هیچ راهی برای فرار نداره. گلاسیا سلام. امروز بریم سراغ فیلم میندن که یکی از فیلم‌های واقعا خفنه. از این فیلم‌هایی هم هستش که آخرش 5 6 تا برداشت مختلف میشه کرد و حتما در موردشون صحبت میکنیم. اصلا ساختش در مورد این بوده که انسان بتونه در مورد زندگی خودش شک بکنه. بریم فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپول کامل صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی لیسا رو میبینیم که کف خیابون دراز کشید و منتظر یه ماشین بیاد تا کارش تموم شه. ولی لحظه آخر که یه ماشین نزدیکشه پشیمون میشه و بلند میشه. راننده هم تصمیم میگیره که لیسا رو برسونتش و میزنه بغل. لیسا میشینه تو ماشین و کم کم شروع به صحبت میکنن. میفهمیم که لیسا مدت ها پیش دخترش رو از دست داده و هنوزم نتونسته باهاش کنار بیاره و خیلی افسرده شده. وسط صحبتشون از رادیو میشنویم که یه قاتل سریالی فرار کرده که رو دست راستش هم یه تتو صلیب داره. همین لحظه که راننده میخواد ضبط و قطع کنه میبینیم تتو رو دستش و این همون طرفه. لیسا هم متوجه میشه اما دیره چون راننده یو ترمز میکنه و سر لیسا میخوره به داشبورد. وقتی چشماشو باز میکنه میبینه توی اتاق فوق العاده کوچیک و تنگ یه لباس عجیب و چسبناک تنشه و به دستش هم یه دستبند بستن که چراغ داره و صدایی ازش میاد. هرچی لیسا جیغ میزنه کسی جواب نمیده و بعد چند لحظه پشت سرش دری که شبیه یه دایره هم هست باز میشه. دری به یه تونل فوق العاده کوچیک و تنگ و خب لیسا که میبینه راهی نداره تصمیم میگیره که بره داخلش. همینم که میره جلوتر یه دفعه در بسته میشه. همزمان روی دستبندش هم یه تایمری برای 11 دقیقه بعد فعال میشه. جلوتر که میره یه دفعه نرده میاد پایین و مجبور میشه از طرف دیگه بچرخه که یه راه خیلی باریکتر و به سختی ازش میگذره. حالا به جایی میرسه که دو تا تونل مختلفن و باید انتخاب کنه که از کدوم ادامه بده. تونل بالایی رو انتخاب میکنه و همین که میره داخل یه دفعه سقف شروع به پایین اومدن میکنه و راه پشتیش هم بسته میشه. سقف خیلی نزدیک به پایین وامیسته و خب مجبور میشه لیزا با سینه خیز راهو ادامه بده. همزمان داره سقف میاد پایینتر و لحظه آخر قبل از اینکه پای این دختر له بشن موفق میشه که از طرف دیگه تونل پر پایین. باز به یه راهروی دیگه میرسه که اینجا هم خیلی کوچیکه. یکم نفس میگیره و باز ادامه میده. یه دفعه بوی بدی به مشامش میخوره و جنازه رو کنارش میبینه که کاملا پوسیده. اونو کنار میزنه و بازم میره جلوتر. یه دفعه مانع آهنی با 3 سوراخ جلوش میاد و دیگه نمیتونه ادامه بده. حالا دستبندش هم قرمز میشه و میبینه که تایمش کمتر از 1 دقیقه مونده. هول شده و نمیدونه چیکار کنه و میبینه که از تمام این راهرو کلی وسیله عجیب نشونه گرفته میشن طرفش. در همین حال میبینه که یکی از قسمت‌های راهرو میره داخل و خودش به اونجا میرسونه و سعی میره توی این تو رفتگی. شیشه ای هم میاد پایین و این قسمت رو از تونل جدا میکنه و حالا از دستگاه‌هایی که بیرون اومده بودن شعله های زیاد آتیش فوران میکنه. خوشبختانه این دختر زنده میمونه و بعد از تمام شدن آتیش قسمت تو رفتگی دوباره به حالت قبلی برمیگرده و لیزا رو هولش میده بیرون. دوباره سقف شروع به پایین اومدن میکنه و یه جای خیلی کمی برای لیزا میذاره که راهش رو ادامه بده. دستبندش هم باز زرد شده و 11 دقیقه رو براش علامت زده. لیزا با سختی تمام این راه رو هم پشت سر میذاره و به جای میرسه که کلی آب اونجا ریخته. یکم مینوشه که حالش بهتر شه و میفهمه که ادامه راهش باید از زیر آب باشه. بر همین میپره داخل و شروع به شنا کردن میکنه. اون طرف استخره یه جایی میبینه که میره داخل و دوباره این تونل هم شروع به پر شدن با آب میکنه. وقتی که مقدار زیادی آب اومده داخلش میبینه که یه جنازه دیگه هم اونجا افتاده که روی آب شناور میشه و خب بوی گند این اتاقو میگیره. لیسا به سختی دوباره شنا میکنه و بالاخره خودش رو به تونل بعدی میرسونه. حالش خیلی بدو میزنه زیر گری و دیگه نمیخواد ادامه بده. اما همین لحظه صدای فریادهای مردی رو میشنوه که داره درخواست کمک میکنه. یه امید زیاد میگیره و به سمت صدا قدم برمیداره. کمی جلوتر بی علفه میبینه که زمین انگاری باز میشه و یه مایه سبز رنگی زیرشه. یه قسمتی از لباسش رو میکنه و تو میفهمه کاملا اسیده. با وحشت زیاد شروع به رد شدن از اینجا میکنه و لحظه آخر یه دفعه پاش لیز میخوره و قسمتی از پاش توی اسید میفته که به شدت هم آسیب میبینه. بالاخره اون طرفو میبینه ولی قبل از اینکه بهش برسه دوباره از همون نرده های 3 سوراخ جلوش میاد. جلوی اون مردم یه دونه اومده و تایمر دستش هم باز قرمز میشه و میفهمه یه دقیقه بیشتر تا آتیش ها وقت نداره. مثل قبل قسمتی از دیوار میره داخل. منتها این بار قسمتی که دقیقاً بین خودش و همون مرد غریب است. یه دفعه نرده ها کنار میرن و هر دوشون با سرعت سمت این تو رفتگی میدوئن تا ببینن کدومشون زودتر به اونجا میرسه. همین که میرسن میفهمه این مرد اسمش آدامه. یعنی همون قاتل سریالی که اول فیلم این دختر رو سوارش کرده بود و حالا خودش هم اینجا گیر افتاده. با هم درگیر میشن و هی همدیگه رو هول میدن بیرون. یکیشون میره داخل
میاد و در آخر این لیزای که موفق میشه بره تو، قبل از اینکه مردم بتونه بیاد داخل یه رفعه شیشه میاد پایین و جلوش رو میگیره. البته که دست مردم این وسط قطع میشه و میمونه داخل. لیزا که خیلی حالش برای یه رفعه از حال میره، چشمشو که باز میکنه میبینه توی اتاق دیگه است و دست برده شده آدام هم کنارشه. روی سقف هم جای یه دایره میبینه که داره مایه چسبناکی ازش بیرون میاد. حالا دایره روی سقف یه چیزی شبیه ربات ولی با جمجمه شبیه موجودات فضایی میاد بیرون، به طرف لیزا میاد و باهاش حرف میزنه. انگار خیلی هم مهربون و اول از همه هم زخم پای لیزا که به خاطر اسید به وجود اومده رو درمانش میکنه، اونم با وارد کردن یه دستگاهی به سوراخی که روی لباس لیزا مشخصه. همین لحظه لیزا توهمی از قبل از این اتفاقات میبینه، همون موقعی که توی ماشین آدام بود و میفهمه که با آدام درگیر شده بوده. آدام رفیع چاقویی میکشه و ضربه‌ای به لیزا میزنه، ضربه‌ای که انگار خیلی هم کاری یا قرار جونشو بگیره. به خودش میاد، ربات از اتاق خارج میشه و لیزا خودش توی یکی دیگه از تونل‌ها با همون دست آدام میبینه. این بار شروع به بررسیش میکنه و متوجه میشه زیر دستبند یه سری علامت عجیب پک شده. قبل بررسی متوجه یه پنکه وحشتناک میشه که داره با سرعت سمتش میاد و خیلی هم قدرتش زیاده، به حدی که وقتی بهشون میرسه انگشتای دست آدامو با سرعت قطع میکنه. لیزا با سرعت جهت مخالف میره و موفق میشه که به قسمت دیگه از تونل ها بیفته. حالا صدایی از پشت سرش میاد و با وحشت برمیگرده که میبینه یه آدم افتاده، اما این آدم یه آدم معمولی نیست. میبینه که مثل زامبیا سمتش حمله میکنه ولی همون آدمه، آدمی که دیگه اصلا هیچ انسانیتی توش نمونده. با سرعت دوباره شروع به فرار میکنه و زامبی هم دنبالشه. باز به جایی میرسه که یه دوراهیه، دو تا تونل کاملا شبیه هم دیگه که هرچی هم بررسی میکنه نمیتونه بفهمه که کدوم راه درسته و اینم میدونه که خیلی این انتخاب حیاتیه. آخر راه رو سمت چپ رو انتخاب میکنه و میره داخلش. کمی جلوتر صدای فریادهای دختر خودش رو بعد از مدت ها میشنوه. میره جلوتر و به جایی میرسه که دور تا دورش دیوارهای سفیدن. همین که میره وسطشون، روی تمام این دیوارهای سفید خاطراتی که با دخترش داشت شروع به نمایش داده شدن میکنه. لحظاتی از لحظه تولدش تا وقتی که تصمیم میگیره بره دم پنجره و میپره پایین. دلیل افتادنش هم اینه که خب مادرش نبوده تا بتونه کمکش بکنه که چیزی که میخواد از بیرون برداره. و خب این بچه هم یه رفعه افتاده. چیزی که مشخص مدت هاست داره روح و روان لیزا رو از بین میبره و همش خودش رو سرزنش میکنه. اینجاست که دوباره صدای بالا سرش میشه و میبینه که آدم زامبی شده دوباره نزدیکش شده. راهو ادامه میده و یه لحظه هم این آدم پاشو میگیره، اما موفق میشه خودش رو رها کنه و وارد تونل بعدی بشه. آخر این راه رو نور خورشید رو میبینه و امید تازه‌ای تو دلش شکل میگیره، اما وسطش پر از سیم خاردارهای فوق العاده قوی و وحشتناک. لیزا تصمیم خودش رو میگیره، با سختی و با اینکه کل بدنش زخمی میشه از این سیم خاردارها میگذره، در حالی که تایمر روی دستش هم باز قرمز شده و فقط یه دقیقه وقت داره تا این آتیش ها فعال بشن. دوباره دریچه باز میشه و قبل از سیم خاردارهاست و این بار آدم زامبیه که میره داخلش. لیزا از سیم خاردارها میگذره، فقط 10 ثانیه مونده و به خاطر آسیب های شدیدی که دیده دیگه نمیتونه راهو ادامه بده. همین لحظه آتیش ها فعال میشن و به طرفش میان، اما لحظه آخر یه دفعه دریچه زیر لیزا باز میشه و میفته داخلش. لیزا چشماشو باز میکنه و میبینه دوباره توی همون اتاقی هست که اول خودش رو دیده بود. خسته است، امیدش از بین رفته و حتی وقتی که ربات دوباره خودش رو نشون میده این بار بهش اجازه نمیده که زخمشو درمان کنه، فقط میخواد جونش رو از دست بده. ربات هم این تصمیم احترام میذاره، یه دفعه سوزن درمیاره و میخواد کار لیزا رو تموم کنه، اما لحظه آخر این زن پشیمون میشه به خاطر اینکه دوباره نگاهش به علامتهای روی دست بریده شده آدام میفته. فکری به سرش میزنه و میگه که این علامتها با علامتهای روی دست خودم باید تکمیل شن، علامتهایی که روی دست خودم زیر همین دستبندن و باید یه جوری ببینمشون، اما هرچی تلاش میکنه نمیتونه این دستبند رو جدا بکنه. لیزا مطمئنه که با این علامتها میتونه راه خروج از تونل رو کشفش بکنه. به ربات میگه زخماشو درمان کنه و با باز شدن در با انرژی خیلی بیشتری سری راهو شروع میکنه. این بار همه چیزهایی که یادشه رو انجام میده و خیلی سری به همون جایی میرسه که تونل اسید بودش. قبل از اینکه رد بشه دستبند خودش رو داخل این اسید میکنه و موفق میشه که آهنشو ببره. حالا متوجه میشه هر کسی که توی این تونل ها میاد یه سری علامت روی دستشه که دارن بهش میگن باید هر سری از کدوم طرف بره و کدوم انتخابو انجام بده. تصمیم میگیره ادامه راهو با استفاده از این علامت رو انتخاب بکنه. به همون تونلی میرسه که دفعه قبل سمت چپ رفته بود و به علامت دستش نگاه میکنه و میفهمه باید بره سمت راست، قسمت بعدم بپیچه سمت چپ. بازم آدم زامبی شده پیداش میشه و دنبالش رفتاده، ولی خب این بار تمرکز لیزا خیلی بیشتره و با همون علامت
کیلومترها راهو ادامه میده. یه دفعه به تونل میرسه که هر لحظه جاذبه انگاری عوض میشه و به یه طرف این دختر رو میکشتش. برای همینم هم واقعا رد شدنش سخته، اما خب موفق میشه که از اینجا هم بگذره. بازم آدم زامبی شده پشت سرش میاد و خیلی این دختر هول میکنه. با سرعت میدوره جلو و میبینه که دستبندی هم که همراهش آورده رنگش بنفش شده. برای اینکه حواس زامبیو پرت کنه دستبندو پرت میکنه سمتش و سریع از طرف دیگه میره. حالا نگاهی به دست خودش میکنه و متوجه میشه یه قسمتی از علامت ها رو اشتباه اومده و توی راه اشتباهی قرار گرفته. برای همینم باید قسمتی از راه رو برگرده. همین کارم انجام میده و انگاری توی راه اصلی افتاده که یه رفعه نگاهش به اتاق عجیبی میفته با نور قرمز. اتاقی که انگاری شبیه یه قسمتی از اعضای داخلی بدن انسانه. وقتی میره داخل هم شکش تبدیل به یقین میشه. اینجا شبیه یه کیسه آبه. حتی از اطراف اون دستهای موجودات شبیه فضایی ها رو میبینه که انگاری دارن بهش دست میزنن. یکیشون هم سرش رو میاره جلو و خب لیزا فکر میکنه که اینا خیلی مهربونن و لبخندی به صورتش میادش. همین لحظه صدای دستبند خودش رو میشنوه که دنبالش میگشت و میفهمه که اون طرف دیگه اتاقه. برای همینم هم موفق میشه برش داره و همین لحظه دستبند قرمز میشه و میفهمه یه دقیقه بیشتر تا فعال شدن آتشان نمونده. با سرعت اینجا خارج میشه، تو رفتگی اتاق رو میبینه و یه لحظه هم آدم میاد پاشو میگیره که موفق جلسش فرار کنه و خودش رو به همین تو رفتگی برسونه. شیشه اومده پایین، آدم زامبی هم جلو داره و لیزا شروع به مسخره کردنش میکنه. زمان تموم میشه اما برخلاف انتظار این بار آتیشی توی راه رو نمیادش. شیشه میره بالا و حالا زامبی سمت لیزا حمله میکنه. اونم برای دفاع خودش موفق میشه سر اونو به دیواری که داره پایین میاد فشار بده و در نهایت جونش رو بگیره. دوباره با استفاده از علامتهای دستش راهو در پیش میگیره که صدای میاره توجهش بهش جلب میشه. صدای یه توپ دخترش که اصلا همین باعث شده بود این دختر به دم پنجره اونطوری بیفته پایین. لیزا شوکه است که میبینه دخترش از طرف دیگه ای به طرفش میاد. خیلی این زن ترسیده و دخترش بهش میگه بیا اینجا پیش من بمون دیگه، تنهام نذار. اما لیزا یکم به خودش میاره، میفهمه این فقط توهمه که انگاری به خاطر همه این اتفاقات شکل گرفته. برای همینم هم دخترش نوازش میکنه و میگه اینجا واقعی نیست، من نمیتونم بمونم و باید راهمو ادامه بدم. من دیگه نمیتونم به خاطر گذشتم آینده رو به فنا بدمش. با دخترش خداحافظی میکنه و دوباره راهو ادامه میده. با توجه به علامت های دستش این تونلی که الان واردش شده آخرین تونل راهه. خیلی هم خطرناکه چون سه تا تیغ خیلی بزرگ با فاصله زمانی های متفاوت هی به زمین میاد و لیزا باید از اینها بگذره. یه لحظه یاد حرفی میفته که دخترش قبل خداحافظی بهش گفته بود. بهش گفت که زمان رو باید فراموش بکنی تا بتونی به زندگیت بچسبی. فقط اینطوری میتونی روی آینده تمرکز بکنی. برای همین هم لیزا دستبند خودش رو پرت میکنه کنار و فقط روی راهش تمرکز میکنه. میفهمه که اولین تیغ هر 4 ثانیه فرود میاد، دومی هر 3 ثانیه و آخری هم هر 2 ثانیه. با همین زمان بندی از اولی میگذره، دومی هم رد میکنه و سومی که خیلی سریع و خطرناک است میخواد پشت سر بذاره که موفق میشه، اما قسمتی از پاش و زیر تیغ دست میده. دیگه همه چیز تموم شده. به سمت نور میره و همین که به راه خروج میرسه میفهمه تمام تصویری که تا الان از آسمون و خورشید میدیده یه چیز مجازیه که روی مانیتور داره شکل میگیره. لیزا همه امیدش رو از دست داده، میزنه زیر گریه و رو زمین دراز میکشه و منتظر میکشه تا زمان به پایان برسه. اما همین لحظه یه رفعه نوری بالا سرش شکل میگیره و انگار روی هوا معلق میشه. چشماشو که باز میکنه توی جای خیلی عجیب و قشنگه. یه منظره فوق العاده خفن که غیر ممکنه روی زمین باشه. از طرف دیگه میبینه که دخترش هم به سمتش میاد و اونو در آغوش میگیره. لیزا نمیدونه چه خبر و به دخترش میگه اینجا چیه، باید چیکار کنیم، و دختر بهش میگه که باید زندگی کنی. تو تا الان بارها و بارها توی جسمت از بین رفتی، الان نمردی، فقط یه زندگی جدیدو داری. دوربین میره عقب‌تر و میبینیم که این دنیا خیلی با زمین ما فرق داره. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رسهرم آورد جرم دستشو گفت میخوای موفق شی خونه بچه بخور. رفقا به تازگی از گروه جنرالز یا آهنگ ترسناک پخش کردیم به اسم جنگ مقدس که در مورد سیستم کنترل ذهن و این بحثی هست که توی خیلی از فیلم ها میکنم. توی لینکشو از این بالا ببینید. خوشحال میشم که اون آهنگم گوش بخورید و نظرتون رو برام بنویسید. بریم سراغ فیلم. اولا که گفتم چند تا برداشت مختلف داره و خب سطحی ترین برداشت و ساده ترین چیزی که میبینیمش همین هست که یه سری آدم فضایی یا حالا موجودات بیگانه اومدن لیزا رو دزدیدنش، اونو بردن که جایی سری امتحان روش انجام بدن و در نهایت ببینن که اگر از امتحانا سربلند بیرون اومد وارد یه دنیای جدید بشه. به روایت قراره که به زندگی خودتم با این فیلم شک بکنی که بگی شاید منم اینطوری به وجود اومدم، شاید منم یه سری امتحان بوده که ازشون گذشتم و در نهایت اومدم روی این زمین.
همونطوری که شخصیت مرد فیلم اسمش حتی آدمه، آدم که میشه همون حضرت آدم، انگار اولین مردی که وجود اومده. برای همین این موجودات فضایی رو تو اون اتاق شبیه رحم بود میدیدیم و خیلی چیزا کلا اینطوری جواب میگیریم ازشون. در آخر هم دیالوگ آخری که دختر به مادرش لیزا میگه اینه که الان باید دیگه زندگی بکنیم. دوربین هم میره عقب، میبینیم که دنیا چقدر عجیب و غریبه و قطعا اینجا دیگه زمین نیستش. میریم سراغ برداشت دوم که یه مقدار پیچیده تره. میام اینطوری فیلم رو نگاه میکنیم که داره در مورد سفر بین زندگی و مرگ توی برزخ صحبت میکنه. ما میبینیم که لیزا و آدم دعواش میشه و ضربه چاقو بهش میخوره. بعد از اون انگاری میخواد جونش رو از دست بده و تو این فاصله ای که هنوز زنده است و داره میمیره میخواد یه سفری رو به ما نشون داده بشه. سفری که میبینیم چقدر از گذشتش باید بگذره، خاطراتش رو باید مرور بکنه و هر 10 دقیقه یا 10 دقیقه یه بار اون آتیشه میادش. این میتونه در مورد همون تلاش پرستارها برای زنده کردن دوباره لیزا باشه، چون هر 10 ثانیه یه بار تقریبا یه شوک بهش میدن. اینم میدونیم که وقتی توی خوابی زمان خیلی کندتر میگذره. خب یعنی تو هر 10 ثانیه که میخوان یه شوک به لیزا بدن، اون داره این سفر رو میره و یه بار اون آتیشه میادش. آخرین بارم که انگار دیگه ناامید شده، میبینه که اون دنیایی که منتظرش بود فقط یه صفحه مانیتور بوده، تایمش تموم میشه ولی دیگه آتیش نمیادش. انگاری جونش رو از دست داده و پرستارها هم دیگه بهش شوک نمیزنن و اینجاست که جونش رو از دست میده، دوباره میره پیش دختر خودش و یه زندگی جدید رو انگاری باید شروع بکنه. اینم اشاره بکنم که توی هر دوی این برداشت‌هایی که گفتم یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم. پشت گردن لیسا یه تتو داره که انگاری 4 تا نقطه است و هر باری که انگاری شکست می‌خوره و دوباره از اول میومره توی بازی توی همون تونله، یه دونه از این تتوها بهش اضافه میشد. یا بره وقتی میشه گفتش که هر باری این زنجونش رو از دست داده دوباره متولد شده و توی همون تونل آزمایشه رو گذرونده. با برش اول اینطوری میتونیم بگیم که آدم فضایی ها میخواستن این کار رو بکنن تا ببینن که بهترین ورژن لیسا کیه. برای همین هم اون اتاق رحم وجود داشتش که یعنی انگاری هر باری که لیسا از بین میرفت یه دونه شبیهش یا یه کلون ازش توی همون اتاق تولید میکردن. اصلا قرار نبوده از بین بره. دقت بکنی تمام اون جنازه هایی که میبینیم، حتی اون زامبیه، همشون آدمن. یعنی انگاری اونم بارها و بارها ازش دوباره شبیه سازی میکنن. این تتو خیلی مهمه و اگر ابرش دوم بخوام به این تتو توجه بکنیم، اینطوریه که وقتی جونش رو از دست میده دوباره متولد میشه. میگن طرف فقط بدون متاب تکامل برسه، هر باری که این دختر به دنیا میاد یه تتو نقطه انگاری پشت گردنش اضافه میشه. و خب میریم سراغ ابرش سوم که من این ستا رو فقط بهتون میگم، به نظرم پیچیده ترینشونه و به نظرم قشنگ ترینشونم هستش. این میاد در مورد گذشتن از یه اتفاق، یه بحران روحی خیلی بزرگ صحبت میکنه. ما لیسا رو میبینیم که بزرگترین اتفاق زندگیش از دست دادن دخترش رو واقعا داره این نابودش میکنه. این سفری که توی تونل داره میگذرونه سفر بعد از همون اتفاقه. بلاهایی که سر خودش میاره، ممکنه مثلا توی مواد بیفته، هزاران کار دیگه انجام بده، اشتباهات مختلف، تا بتونه از این بحران روحی بگذره و برسه سمت نوره. هر بارم کلی مشکل براش پیش میاد، در آخر میرسه به نوره، ولی انگار یه رفعه لحظه آخر میفهمه که نه، این راه آرامش هم نیست، هنوز اون غم روی دلمه. برمیگرده سر خونه اول. این بارها و بارها انجام میشه و خب یه چیزی هستش که توی حالا بحث NA و ترک اعتیاد و اینا هستش، میگن که بعد از ترک یه مرحله ای هست ممکنه دوباره برگردی سر همون خونه اول و باز شروع کنی به مصرف. این دقیقا همین چیز برای لیسا که انگاری از همه اینا میگذره، حتی به سمت ترک کردن میره، میگه دیگه آروم شدم، میخوام اوکی بشم، ولی یه دفعه برمیگره خونه اول و دوباره همه این مراحل رو باید پشت سر بذاره. هر باری هم که انگاری شکست بخوره توی این راه، مثلا میشه گفت یه تتو برای خودش میزنه که یادش نره یه بار دیگه شکست خورد، یه بار دیگه شکست خورد، ولی بار چهارم انگاری از این میگذره و میفهمه که نباید فراموش بکنه، نمیتونه اصلا این قضیه دخترشو از یاد ببره، باید باهاش کنار بیاد، باید یاد بگیره سازش بکنه. همین هم هستش که اون لحظه آخر قبل از اینکه تموم بشه همه چیز، با دخترش انگار روبرو میشه و دوباره باهاش صحبت میکنه و این بار تصمیم میگیره که بذاره دخترش بره، یا به اصطلاحی موو آن بکنه، از این بحران کنار بکشه و بره سراغ زندگی خودش، این درد و بخشی از خودش بدونه و با خودش بکشتش. و لحظه آخر هم میبینیم که تو همون فضای سبز نشسته، دخترش کنارشه، انگاری قبول کرده که آقا این غمو باید کنار خودم داشته باشم، نمیتونم اونو از بین ببرمش، و اینطوریه که فیلم به پایان میرسه. خلاصه که خواستم هر ستاشو گفته باشم چون اینا پر
پربازدید ترین نظراتی بودن که در مورد فیلم خوندم و نقدهایی که شده بود. به نظرم همشون هم درست سر بودن، چون هر ستاشو میشه یه جوری برداشت کردتش. اگه نکته ای هست که من فراموش کردم حتما برام کامنت بذاریدش، خوشحال میشم نظرتون رو بخونم. دوستتون دارم مرسی واسه همه حمایت هایی که میکنید و سعی میکنم که تمام فیلم های پیشنهادیتون رو قرار بدم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. روزتون هم گلسی.